سلام دوستان خوش اومدید به کلاس درس امروز میخوایم با هم دیگه بحث مکانیک کوانتومیمون رو ادامه بدیم و میخوایم در مورد مکان و سرعت متوسط ذرات صحبت بکنیم خب چیزی که توی جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم گفتیم که ما وقتی که یک تابع موج داریم که با سای x و t نشونش میدیم میتونیم چکار بکنیم میتونیم بیایم اندازه سای به توان دو رو نرمالایزش بکنیم یا در حقیقت به هنجارش بکنیم و بعد از اینکه به هنجار شد به این معنی که انتگرال اندازه سای به طوان اندازه سای x و تی به توان دو دی ایکس از x مساوی منفی بی نهایت تا مثبت بی مساوی با یک شد اون وقت این به ما یک تابع چگالی احتمال رو میده یعنی اندازه سایب توان دو یک تابع چگالی احتمال خواهد بود بعد از بهنجار شدن خب حالا اگر ما یک ذره ای داشته باشیم که با یک تابع سای توصیف بشه یعنی حالتش توسط این تابع موج توصیف بشه اون وقت مکان متوسط ذره چی خواهد بود میخوایم فرض کنید که مکان متوسط ذره رو پیدا بکنیم که اون رو با متوسط x نشون میدیم طبق بحثی که در مورد آمار احتمال داشتیم چون تابع چگالی احتمال مکان این جسمی اندازه سایب توان دو هست بنابراین مکان متوسط زرمون مساوی خواهد بود با انتگرال x ضرب در تابع چگالی احتمال که هست سای x و تی به توان دو دی x از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت درسته؟ خب یک نکته رو که باید بهش توجه بکنیم که خیلی وقت آدم در موردش اشتباه میکنه اینه که وقتی ما میگیم مکان متوسط ذره منظورمون چی هستش آیا یعنی اینکه که اگر ما یک ذره داشته باشیم که تابع موج سای رو داشته باشه و بیایم بارها و بارها مکان ذرهمون رو اندازه بگیریم بعد متوسط مقادیر اندازه گیری شده این مقداری هستش که اینجا نوشتیم خب جواب نه هستش چرا چون اگر ذره داشته باشین که با تابع موج سای توصیف بشه اه بعد از یک بار اندازه گیری همونطور که با هم دیگه بحث کردیم تابع موج میاد سقوط میکنه به حالت اندازه گیری شده و بعد از اون اگر بلافاصله فاصله بعدش اندازه گیری دیگه انجام بدیم که همون مقدار رو دوباره به دست میاریم برای مکان ذره اگر هم بذاریم یه مدت زمانی بگذره و دوباره اندازه گیری بکنیم دیگه این تابع موج جدید ذرمون اون تابع موج قدیم نیست و بنابراین متوسط اندازه گیری هایی که بر روی مکان یک ذره ما انجام میدیم این مقداری نیست که ما به عنوان مکان متوسط ذره توصیف تعریف کردیم بلکه این مکان متوسط ذره به این معنیه که اگر ما یک تعداد خیلی زیادی ذره داشته باشیم به طور تئوری که همشون با یک تابع موج یکسان سای توصیف بشن و بیایم مکان تمام اون ذرات رو اندازه گیری بکنیم اون وقت متوسط اون مجموعه مقادیر اندازه گیری شده میشه این چیزی که ما میگیم مکان متوسط ذرمون یا میشه یه جور دیگه این قضیه رو توصیف کرد این که ما یک ذره داشته باشیم با تابع موج سای و بیایم هر بار که اندازه گیری کردیم مکانش رو یک مکانیسمی داشته باشیم که بیاد تابع موج زرمون رو بعد از اندازه گیری دوباره برگردونه بکنتش همون تابع موج سای اولیه که داشتیم یعنی یه اندازه گیری بکنیم تابع موج که سقوط کرد دوباره با یه می بیاریم برش گردونیم به اون تابع موج اولیه دوباره یه اندازه گیری بکنیم و همین طور تعداد اندازه اگر بالا ببریم متوسط مقادیر اندازه گیری شده میشه این چیزی که ما تعریف کردیم مکان متوسط زرمون که البته آه, لزومی نداره که همچین مکانیسمی که من گفتم وجود داشته باشه به لحاظ فیزیکی این صرفا یک چیز تئوری هستش به خاطر همین بهتر تعبیر فیزیکی این قضیه رو همون چیز اولی که گفتم در نظر بگیریم که اگر یک مجموعه از ذرات داشته باشیم با تابع موج یکسان و بیایم مکان تک تکشون رو اندازه گیری بکنیم اون وقت متوسط اون م... مکان های اندازه گیری شده میشه اون چیزی که ما به عنوان مکان متوسط ذره تعریف کردیم خب حالا نکته که وجود داره اینه که این مکان متوسط چون تابع موج سای با زمان تغییر میکنه پس مکان متوسط زرمون هم با زمان تغییر میکنه مکان متوسط ذره هم با زمان تغییر میکنه طبیعی هم هست دیگه چون تابع سایمون وابستگی زمانی داره سای ایکس و تی هستش و چون ایکس هم وابسته به سای هستش طبق این انتگرال متوسط ایکس متوسط ایکس هم با زمان تغییر میکنه خب حالا یک چیزی که ما تا حالا خیلی بحثش رو نکردیم این هستش که این ذرات کوانتومی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم آیا سرعت مشخصی دارن یا نه خب بحث در مورد سرعت ذرات هم دقیقا مشابه بحث در مورد مکانشون هستش همونطوری که ما گفتیم که ذرات کوانتومی مکان از قبل مشخصی ندارند و این عمل اندازگیری هستش که تعیین میکنه مکان ذرمون کجا هستش برای سرعتشون رو هم میشه همین رو گفت یعنی سرعت مشخصی ندارند و ما باید اندازگیری بکنیم سرعتشون تا تعیین بشه سرعت ذره چقدر هستش بنابراین برای سرعت هم میشه یک تابع احتمالی یا تابع چگالی احتمالی توصیف کرد همونطوری که ما یک تابع سا اینجا داریم که تابع چگالی اندازش به توان دو یک تابع چگالی احتمال برای مکان زرمون هست حالا اینکه تابع چگالی احتمال رو برای سرعت ذرات چجوری به دست بیاریم بحثی هستش که در آینده با هم دیگه خواهیم کرد اما فعلا فقط باید از من بپذیرید که سرعت ذرات کوانتومی هم مثل مکانشون یک متغیر تصادفی است که قبل از اندازه گیری نمیشه حدسش زد یا دونست که چقدر هستش اما مثل مکان میشه سرعت متوسط برای ذره تعریف کرد سرعت متوسط ذره میشه تعریف کرد که اون رو با وی متوسط ما نشون میدیم و خب وی متوسط رو هم در اصل اگر بخوایم به دست بیاریم باید تابع چگالی احتمال سرعت رو بدونیم درسته تابع چگالی احتمال سرعت رو باید بدونیم چی هستش تا بتونیم وی متوسط رو تعیین بکنیم اما من اینجا به شما میگم که یک راه دیگه هم داره به دست آوردن سرعت متوسط که اون رو برای شما اثبات نمی کنم اما به لحاظ شهودی فکر می کنم بتونید از من این رو بپذیرید و اون این هستش که همونطوری که ما توی مکانیک کلاسیک داشتیم که سرعت میشد مشتقه مکان نسبت به زمان وی میشود dx به dt برای ذرات کوانتومی هم همین رابطه بین سرعت متوسط ذره و مکان متوسط ذره برقراره یعنی متوسط سرعت ذرمون میشود متوسط مکان ذرمون نسبت به زمان dx به dt دی متوسط x به dt خب این رو در حقیقت باید اثبات بکنیم اما من ازتون میخوام که فعلا بدون اثبات این رو از من بپذیرید چون نسبتا شهودی هستش این رابطه بنابراین ما به جای اینکه تابع چگالی احتمال سرعت رو داشته باشیم میتونیم بیایم از همین تابع چگالی احتمال مکان یعنی اندازه سایب توان دو استفاده بکنیم تا سرعت متوسط زرمون رو به دست بیاریم یعنی میتونیم بگیم که بنابراین سرعت متوسط مساوی میشود با دی به دی تیه انتگرال از منفی بینهایت تا بینهایت نهایت ایکس در اندازه سای ایکس و تی به دو دی ایکس و مجددا دقت بکنید که مفهوم سرعت متوسط ذره جوری که ما اینجا تعریفش کردیم عین مفهوم مکان متوسط میمونه یعنی اگر ما تعداد زیادی ذره داشته باشیم که همشون در یک حالت باشن یعنی با یک تابع موج یکسانی توصیف بشه حالتشون اون وقت بیایم سرعت تک تک این ذرات رو اگر اندازه گیری بکنیم و اون مقادیر اندازه گیری شده رو ازش متوسط بگیریم میشه این چیزی که توسط این رابطه داده شد. خب حالا ما در حقیقت میتونیم این مشتق گیری رو به صورت تحلیلی از این انتگرال انجام بدیم و یک رابطه ی، یک رابطه ی برای سرعت متوسط به دست بیاریم اول من رابطه رو براتون می نویسم که سرعت متوسط برابر با چی میشه سرعت متوسط برابر می شود با منفی آی در اچ بر روی ام در انتگرال از منفی بی نهایت تا بینهایت مزدوج مختلط سای یعنی سای استار زب در مشتق جزئی سای نسبت به مکان انتگرالش دی ایکس خب که من اینجا وابستگی سای به زمان و مکان رو ننوشتم یعنی اون سای که داخل انتگرال نوشتم همون سای x و t هستش دیگه x و t شو ننوشتم برای اینکه رابطمون ساده تر بشه پس این رابطه هستش که اگر این مشتقگیری بالا رو انجام بدیم سرعت متوسط ذرمون از این رابطه به دست میاد خب به دست آوردن این رابطه یعنی انج... گرفتن این مشتق از این انتگرالی خورده اه... جزئیات ریاضی داره که اگر دوست دارید اون رو ببینید ویدئوی بعدی رو نگاه بکنید توش من این مشتقیری رو دقیق انجام میدم و این رابطه رو به دست میارم برای سرعت متوسط ذرمون اگر علاقه ندارید به اون جزئیات ریاضی میتونید ویدئوی بعدی رو ازش عبور بکنید و ادامه بحث رو توی دو تا ویدئو بعد از این ببینید خیلی ممنون توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ